Thank <laughs> you. و نوروز 1398 خورشیدی رو به تک تک شما عزیزان تبریک میگم و خیلی خوشحالم این افتخار رو دارم فیض خداست برای من که اجازه دارم در اولین یک شنبه بهار در این خدمت مقدس و مهم بیستم یکم سخت در حضور اساتید ایستادن اساتیدی که خودشون هستن اما در جایگاه شاگردی که در مقابل استادانش هست امروز ایستادم و تشکر میکنم از پاستور عزیز خواهر نسلین عزیز که این موقعیت رو به من دادند مثل همیشه که موقعیت رو برای من آماده میکنند برای خدمت به صورت خاص پاستور عزیز که امروز نوبت موعظه خودشون رو به من دادند مرسی و همینطور خدا رو به صورت خاص شکر میکنم که امروز من پاپیون نزدم چون اگر پاپیون میزدم فکر میکنم برای شما دنباله تئاتر میشد و <تصفح> به کلام کسی گوش نمیداد خدا رو شکر امیدوارم خسته نشده باشید تا اینجا جشن ما ادامه داره خسته شدید؟ نه. نه؟ خدا رو شکر پس تا انتهای شب اینجا هستیم در حضور خدا و در حضور همدیگه لذت خواهیم برد آمین سه چهار روز هست که عزیزان از فصل زمستان وارد فصل بهار شدیم فصل زمستان به انتهای خودش رسید و یک آغازی دوباره برای ما بود ما این تغییر و این تبدیل این گذر از در واقع زمستان به بهار رو نوروز اسم گذاشتیم به این روز خاص میگیم نوروز و حقیقتا اسم با معنی و پر هم برای این تبدیل و تغییر و دگرگونی هست همیشه وقتی ما به زمستان فکر میکنیم متضاد زمستان یا نقطه مقابل زمستان برای ما تابستون هستش میگیم فصل تابستان اما وقتی به فصل ها و معنی و مفهومی که پشت این فصل ها نهفته کمی فکر کنیم چیز دیگه ای رو میبینیم زمستان برای ما چطور است اگر بیرون رو نگاه, نگاه کنیم درختانی که لخت و اوریان و یخزده هستند درختانی که هیچ برگی ازشون دیده نمیشه شاید حتی بیشتر شاخه هایی که در بهار و تابستان داشتن اونها هم ریخته و بی هستند وقتی به زمین نگاه میکنیم زمینی که مخصوصا تو هامبورگ همیشه پر از چمنهای سبز گلهای بهاری رو در بهار میبینیم اما در فصل زمستان زمین رو ما قهوه‌ای یا خاکستری میبینیم خیلی بیرنگ پرندگانی که چه زیبا خواهر توصیف کردن در زمستان خبری ازشون نیست سه چهار صبح هم پاشیم هر موقعی هم باشیم هیچ خبری ازشون نیست و اصلا معلوم نیست انگار کجا هستند و آسمان آسمانی که تیره است آسمانی که ابریه آسمانی که خاکستریه هیچ نوری هیچ تلالوی از خورشید دیده نمیشه همه چیز به نوعی دلگیره همه چیز بیروهه همه چیز به نوعی مرده و یا شاید اگر بخوایم یک صفت مناسبی رو به زمستان بدیم، شاید بتونیم بگیم افسرده، ناامید، پریشان حال. در واقع طبیعت ویژگی های اصلی خودش رو نداره. اون ویژگی هایی که ما در فکر خودمون تصور میکنیم. اگه من الان به همه شما بگم که چشمان خودتون رو ببندید و به یک درخت فکر کنید. همه شما یک درختی رو در نظر میگیرید، امیدوارم البته اینطور باشه، اکثر تو یک درختی رو در نظر میگیرید که یک تنه قهوه‌ای بزرگ داره پر از برگ هست پر از شاخه است و یا شاید میوه هایی رو روی اون درخت ببینید هیچ کدوم از شما من فکر نمی کنم. اگر بگم به یک درخت فکر کنید یک درخت خشکه، فقط یک ساقه و چند تا شاخه رو تصور کنید و یا اگر به بچه ها بگیم تو کانون شادی به بچه ها وقتی که بگیم یک درختی رو بکشن یک بچه دو ساله یا سه ساله بلافاصله یک تنه قهوه‌ای میکشه و یک دایره سبز بزرگ بالای این درخت چون تصویری که از یک درخت پربرگ داره ولی در زمستان عزیزان این تصویری که ما در ذهن خودمون داریم از درخت رو در بیرون مشاهده نمی کنیم نه فقط مشاهده نمی کنیم بلکه کاملا متفاوت و متضادش رو می به فاصله چند ساعت زمین و کائنات از فصل زمستان وارد فصل بهار میشه اما چه چیزی اتفاق میفته چه چیزی سبب میشه که من و شما بفهمیم ما وارد فصل بهار شدیم تغییراتی رو که در اطراف خودمون میبینیم درختی که مرده بود درختی که لخت و اوریان و برگ بود پوسته هاش میترکه برگ ریزی ازش بیرون میاد شکوفه‌هایی ازش دیده میشه زمینی که اوریان و لخت بود پر از چمن و علف سبز و گل زیبا میشه آسمانی که گرفته بود خورشید زیبا و تلالو آفتاب رو درش میبینی پرندگانی که معلوم نیست کجا بودند اما به یک باره صداشون در صبح زود مخصوصا صداشون رو میشنویم به نوعی انگار عزیزان در اون بیروحی زمستان یک روح زندگی وارد میشه در اون مردگی زمستان یک روح حیات دمیده میشه به جای اون افسردگی دل مردگی امید شادی و سرخوشی دیده میشه همه چیز تغییر میکنه جای مرگ رو حیات میگیره پس به حق میشه نقطه مقابل فصل زمستان رو فصل بهار نامید مرگ و حیات تاریکی و نور افسردگی و امید نیستی و هستی تضاد همیشگی و جاودانی فصل زمستان و بهاره و وقتی که بهار میشه انگار همه چیز برمیگرده به جای اول خودش به اون نظمی که از ابتدا بوده تصور ذهنی ما اون درختی که ما در ذهنمون تصور میکنیم که پر از برگ و شاخه است در بیرون دیگه لخت و اوریان نیست در بیرون خالی نیست ما آسمان رو صدای پرندگان رو همونطوری که تو فکر خودمون داریم همونطور میبینیم و معمولا در بهار هستش که همه احساس شادابی میکنن احساس سرزندگی میکنن احساس خوشحالی میکنن احساس امید میکنند یک حس خوب یک حس تازگی دارن میدونی چرا چون چیزهای دور و برشون اون طبیعتی که در بیرون میبینن با تصور ذهنی اونها یکی شده همه چیز برگشته به اون نظمی که در ذهن ماست و هیچ کسی عزیزان شاید هوای زمستان رو دوست داشته باشه اما خصوصیت زمستان رو هیچ کسی دوست نداره مرگ نیستی ناامیدی افسردگی تلخی عزیزان زمستان و تمام خصوصیتش سمبل و نشان دهنده این دنیاست این جهانه جهانی یخزده جهانی مرده جهانی که به ظاهر انسانهایی درش مشغول زندگی هستند اما در حقیقت مردن انسان هایی که مثل درختان سر پا ایستادند اما درختانی خشک و یخسده، بدون هیچ برگ بدون هیچ شکوفه بدون هیچ میوه و ثمره و حیاتی جهانی که به هر طرفش نگاه میکنیم عزیزان در این دنیا فقط و فقط خصوصیات زمستان رو درش میبینیم و انسان هایی که در جهان یخ و درگیر زمستان در حال زندگی هستند و یا بهتر بگم در حال مردگی هستند. اما عزیزان خدا انسان رو برای زندگی در زمستان خلق نکرد. خدا هرگز نمیخواست که انسان در زمستان زندگی کنه. تصور ذهنی خدا، فکر اولیه خدا خیلی خیلی زیاد با این چیزی که ما الان درش هستیم و زندگی میکنیم فرق داشت. مثل تصور ذهنی منو تو از یک درخت با اون چیزی که در زمستان در بیرون میبینیم. نه فقط خدا انسان رو برای زمستان خلق نکرد بلکه اتفاقا خدا انسان رو برای بهار خلق کرد برای حیات برای تازگی برای امید برای نیکویی و برای شادی او انسان رو برای یک باغ بهاری آفرید و یا بهتر بگم او یک باغ بهاری رو برای انسان و زندگی انسان ساخت و فراهم کرد آیاتی را از خلقت و آفرینش انسان با همدیگه میخونیم در کتاب پیدایش باب دو آیه ۷ تا ده آنگاه یهوه خدا آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی او نفس حیات دمید و آدم موجودی زنده شد و یهوه خدا باقی به سمت شرق در عدن قرض کرد و آدم را که سرشته بود در آنجا نهاد یهوه خدا همه گونه درختان چشم نواز و خوشخوراک را از زمین رویانید درخت حیات در وسط باغ بود و نیز درخت شناخت نیکوبد. رودخانه از عدن بیرون می آمد تا باغ را آبیاری کند و از آنجا به چهار شاخه منشعب می شد از این خدا بلا فاصله بعد از خلقت انسان چه کار کرد؟ باغی رو ساخت خدا بلا فاصله بعد از خلقت انسان باغی رو ساخت اما چه باغی عزیزان؟ میگه باغی که همه گونه درختان چشم نواز و خوشخوراک پر از میوه های شیرین و آبدار درش وجود داشت درخت حیات در وسط اون باغ بود درخت شناخت نیک و بد و نه فقط این میگه رودخانه از در این باغ جاری میشد که به هر طرف باغ میرفت رودخانه ای که همه جا رو آبیاری میکرد رودخانه ای که همه جا رو سرسبز میکرد رودخانه ای که از هر مسیری عبور میکرد اون مسیر پر از برگ و گلهای زیبا میشد میتونید این باغ رو تصور کنید باغ بهاری خدا آدم رو برای این باغ نساخت عزیزان بلکه آدم اونقدر در نظر خدا با ارزش و گرانبها بود که خدا این باغ رو برای آدم ساخت خدا این باغ بهاری رو برای آدم ساخت تا درش زندگی کنه ازش مراقبت و نگهداری کنه باغی که مشخصات و شرایطش هیچ موقع تغییر نمی‌کرد باغی که شرایطش هیچ موقع عوض نمی‌شد باغی که همیشه برای آدم یک باغ بهاری بود داستان گناه رو همه میدونیم آدم خودش قوانین این باغ بهاری رو زیر پا گذاشت او به خالق این باغ بی احترامی کرد نااطاعتی کرد و از نظر من تلخترین آیه کتاب مقدس رو در کتاب پیدایش باب 3 آیه 23 میخونیم و, می و یهوه خدا آدم را از باغ عدن بیرون راند تا بر زمینی که از آن گرفته شده بود زراعت کند از نظر من عزیزان این تلخترین آیه در کتاب مقدسه یهوه خدا آدم رو از باغ ادن بیرون کرد آدم از این باغ بهاری اخراج شد آدم از اونجا به بعد بود که در زندگی خودش فصلهای جدیدی رو میشناخت فصل‌های جدیدی باید آشنا میشد فصل‌هایی که هرگز اونها رو نمیشناخت فصل‌هایی که هرگز اونها رو تجربه نکرده بود آدم باید آفتاب داغ و سوزان تابستان رو میشناخت و تجربه میکرد آفتابی کلافه کننده آفتابی خسته و پژمرده کننده آفتابی که جان او رو میگرفت و آدم رو به نفس نفس مینداخت آفتابی که مجبور بود همش ازش فرار کنه همش برای خودش یک پناهگاهی بسازه تا بتونه شاید لحظه ای از این آفتاب سوزان در امان بمونه جانش بیشتر از این نسوزه سایه امنی رو برای خودش بسازه تا ساعتی جان او در اندرونش نسوزه آدم باید پاییز رو میشناخت پاییزی که در جلوی چشمان خودش میدید چطور میوه های زیبای روی درختان و برگ های سبز اونها داره میریزه داره پژمرده میشه شاید برای اولین بار آدم دست پاچه شد آخه چطور میشه چطور میشه این خداوند این درختانی که این همه زحمت براشون کشیدم این همه تلاش کردم وقت و جون و زندگیم رو گذاشتم تا سمر بدن تا میوه بدم تا خودم سود کنم چطور میشه الان همه برگاشون داره میریزه تمام زحمات من داره برباد میره با چه چیزی میتونم جای خالی این برگ رو پر کنم آیا شما عزیزان مثل آدم این روزهای پاییزی رو تجربه کردید و در نهایت آدم برای اولین بار برای اولین بار می بایست زمستان رو تجربه کنه من فکر می کنم این سخت ترین تجربه برای آدم بود اولین زمستانی که او تجربه کرد او چیزهایی رو دور بر خودش میدید عزیزان صحنه هایی رو در مقابل خودش میدید که هرگز ندیده بود هرگز حتی فکرش رو هم نمی کرد او محیط اطراف خودش رو 180 درجه خلاف جایی میدید که چشمانش رو برای اولین بار درش باز کرده بود آدم چشمانش رو در یک باغ بهاری باز کرد که همه گونه درختان خوشخوراک و چشم نواز تو اون باغ بود در جایی که رودخانه از وسط این باغ میگذشت درختان و سبزه اونجا رو آبیاری میکرد همه گونه اون پرنده هایی که خدا در روز پنجم آفرینش خلق کرد و خدا گفت نیکوس در آسمان اون باغ پرواز میکردند و سرود میخواندن آدم محو تماشا و لذت این همه زیبایی بود و الان آدم همه چیز رو کاملا متفاوت میدید به جای درختان چشم و خوشخوراک و سرسبز و پرسمر درختانی سرد یخزده لخت و اوریان که فقط با چند شاخه و یک تنه نیمه یخزده سرپایست دادند هیچ خبری و صدایی از آواز پرندگان نبود هیچ سبزی روی زمین دیده نمیشد و بیشک آدم اولین زمستان رو با دهانی باز از تعجب سپری کرد تعجب از اینکه مگه میشه مگه میشه این چیزهایی که من میبینم واقعیت داشته باشه من که در باغ عدن بودم در حضور شیرین خدا بودم در جایی که همیشه بهار بود همیشه سبزی و خرمی و محصول و درختان پر از میوه بود پس خداوند چیزهایی که من در زندگی میبینم چیه و نه فقط تعجب بلکه با دلی پر از درد پر از ناامیدی پر از حسرت و پر از آه هر بار که به اون باغ بهاری فکر میکرد اما خدایی که در رحمانیت خودش دولتمنده خدایی که عاشق آدم بود او هم از درد آدم درد میکشید اجازه داد آدم بعد از یک تابستان، یک پاییز و یک زمستان دوباره بهار رو تجربه کنه تا روزهای در سال، روزهای رو در میان دقیه فصلها، به یاد باغ عدن، به یاد جایی که چشمان خودش رو اونجا باز کرده بود به یاد جایی که بهش تعلق داشت دوباره لحظه آرام بگیره آدم با این حسرت و با این آه زندگی کرد آدم با تصویر باغ عدن که مدتی درش زندگی کرده بود و آرزو داشت که یک بار دیگه برای همیشه به اونجا برگرده زندگی کرد اما هرگز به اون باغ برنگشت و ثمره اون حسرت تمنا آرزو و تصویری بود که آدم به بقیه انسانها و به نسل خودش منتقل کرد عزیزان همونطور که گناه و ریشه گناه از آدم در من و شما قرار گرفته حسرت و اون تصویر از باغ عدن هم از آدم در دل و ذهن من و شما کاشته شده برای همین هست وقتی که ما به با یک درخت فکر میکنیم یک درخت سرسبز رو در ذهن خودمون مجسم میکنیم چون این اولین تصویری هستش که آدم از درخت دید و این تصویر رو در تک تک انسان ها گذاشت انسان ها در طول قرن ها این حسرت رو به دوش کشیدند هزاران راه متفاوت رو برای از بین بردن این حسرت امتحان کردند تا شاید ذره ای برطرف بشه اما نه فقط برطرف نشد نه فقط حیات و زندگی رو به اونها منتقل نکرد بلکه بیشتر و بیشتر در مرگ و نابودی زمستان عمیق‌تر شدند عزیزان بعد از خروج آدم از این باغ بهاری هیچ انسانی به معنی حقیقی و درست زندگی نکرد و همه مشغول مردگی بودند و هستند پولس رسول در افسوسیان باب دو آیه یک تا دو میگه و اما شما به سبب نافرمانی ها و گناهان خود مرده بودید و زمانی در آنها گام میزدید آنگاه که از روش های این دنیا و از رئیس قدرت هوا پیروی میکردید از همان روحی که همکنون در سرکشان عمل میکند از اون پولس میگه شما در نافرمانی ها و گناهان خود مرده بودید نمیگه در گناهان خودتون زندگی میکردید، نمیگه شما آدم های گناهکاری بودید که داشتید با گناه زندگی میکردید، بلکه اون میگه شما در گناهان و نافرمانی‌های خود مرده بودید. از این انسان‌ها با گناه برای همیشه وارد یک زمستان روحانی شدند. زمستانی که تنها توصیف اون توصیف مناسب برای اون مرگ بود. زمستانی که هیچ حیاتی درش دیده نمیشد حضور خدا نبود حضور خدا عزیزان همون باغ عدن پر از درختان سرسبز بود که از انسان گرفته شد خدا انسان رو در یک باغ بهاری آفرید تا با او یک ارتباط همیشگی و دائمی داشته باشه و انسان بتونه همیشه در این باغ با خدا ارتباط داشته باشه اما آدم با انتخاب گناه او خودش انتخاب کرد که از این باغ اخراج بشه و برای همیشه وارد یک زمستان روحانی شد زمستانی که هیچ عدالتی برای او وجود نداشت زمستانی که هیچ نیکویی برای او نداشت زمستانی که از ثمره و محصول و میوهی خبری نبود چون حیاتی اونجا وجود نداشت چون رودخانه نبود که به چهار سمت باغ بره و اون رو آبیاری کنه چون خدایی نبود که بخواد به او حیات ببخشه انسان درگیر زمستان شد انسان درگیر مرگ شد انسان درگیر نیستی و بیمحصولی شد و قرنها و قرنها در حسرت این باغ موند اون حضور عالی خدا که در اون باغ بهاری تجربه کرده بود قرنها گذشت تا اینکه خدا خودش به میان اومد به میان اومد چون میخواست که درد و رنج و حسرت آدم رو به پایان برسونه او اومد تا خودش صد و مانعی که مقابل انسان بود که نمیگذاشت اونها دوباره وارد این باغ بهاری بشن رو برداره مانع گناه و تنها یک راه بود مرگ پسر خودش عیسی باید برای برداشتن این مانع عزیزان این مانعی که جلوی در این باغ بهاری بود خونی ریخته میشد اما نه هر خونی نه مثل سالها خون بره یا گاو و گوسفند نه مثل سالها انجام اعمال مذهبی و شریعت بلکه این بار نیاز به یک قربانی کامل بود نیاز به یک قربانی حقیقی بود نیاز به خون یک انسان پاک و بی و بی گناه بود عیسی خداوند جسم گردید به روی زمین اومد به خاطر گناهان من و تو به روی صلیب رفت مرد عزیزان وقتی به صلیب نگاه میکنیم اصلا منظره زیبایی نمیبینیم روی صلیب روی صلیب چی میبینیم مرگ رنج خدای جسم گردیده ولی مرده که فقط و فقط ناامیدی رو به ما منتقل میکنه روی صلیب ما در ظاهر هیچ چیز مثبتی نمیبینیم اما عزیزان عیسی به روی صلیب رفت تا یک حقیقت بزرگی رو به ما نشون بده یک حقیقت عظیم و فقط یک نفر فقط یک نفر چشمانش این حقیقت رو دید و در انجیل خودش نوشت یک جمله که حسرت و آه و انتظار قرنها قرنهای آدم رو به پایان میرسوند حسرت و آه اون باغ بهاری که یعنی میشه من یک بار دیگه این باغ رو تجربه کنم پیدایش 3 23 گفتم غمگین ترین آیه است در کلام خدا و پر امید ترین آیه امید دهنده ترین آیه عزیزان در انجیل یوحنا باب 19 آیه 40 تا 42 است پس آنها جسد عیسی را برگرفته آن را به رسم تدفین یهود با اطریات در کفن پیچیدند آنجا که عیسی بر صلیب شد باقی بود آنجا که عیسی بر صلیب شد باقی بود و در آن مقبره تازه وجود داشت که هنوز مردهای در آن گذاشته نشده بود چون روز تهیه بود و آن مقبره نیز نزدیک جسد عیسی را در آنجا گذاشتند در جایی که عیسی بر صلیب شد یک باغی بود و چشمان یوحنا چشمان یوحنا اون باغ رو دید از آن هفته پیش من در جلسه برادران گفتم چطور رنج و فیض به دنبال هم میان باقی که در کنار صلیب بود و یوحنا از دور داشت اون رو میدید یوحنا از دور داشت میدید چطور حسرت چندین ساله آدم داره تمام میشه چطور اون باغی که یهوه خدا آدم رو ازش اخراج کرد الان پشت صلیب عیسی مسیح اون باغ داره دیده میشه که هر کسی که از این صلیب عبور کنه دوباره میتونه وارد این باغ بشه عزیزان عیسی به عنوان نخستاده در این باغ مدفون شد و در همین باغ از مردگان قیام کرد تا هر کس که به او ایمان بیاره به مرگ و قیام ایمان بیاره در گناه خودش بمیره مرگی مثل مرگ عیسی و مرگ او متهم بشه با او و در او در این باغ بهاری قیام میکنه و مثل او برای همیشه در این باغ بهاری خواهد موند <تصفحه> هللویا دقت کردید عزیزان مرگ و قیام عیسی مسیح خداوند در فصل بهاره ما یک ماه دیگه مرگ و قیام او رو جشن میگیریم و این هرگز اتفاقی نیست او در یک باغ بهاری دفن شد در یک باغ بهاری قیام کرد و پولس چه زیبا به دنباله, آیاتی که در افسوسیان خوندیم از آیه چهار تا هفت میگه اما خدایی که در رحمانیت دولتمند است به خاطر محبت عظیم خود به ما حتی زمانی که در نافرمانی های خود مرده بودیم ما را با مسیح زنده کرد پس از راه فیض نجات یافته اید و با مسیح برخیزانید در جایهای آسمانی با مسیح عیسی نشانید تا در عصر آینده فیض غنی و بیمانند خود را در مسیح عیسی به واسطه مهربانی خود نسبت به ما نشان دهد آیه 6 و 7 عزیزان تعریفی از قیام تک تک ما در باغ بهاریه ما با مسیح در اون باغ بهاری برخیزانیده شدیم اونجا نشانیده شدیم در جایهای آسمانی من و تو و هر کسی که به عیسی خداوند ایمان بیاره به مرگ و قیام او ایمان بیاره عزیزان برای همیشه وارد این باغ بهاری شده من و شما دیگه در زمستان نیستیم بلکه در اون لحظه ای که ایمان آوردیم توبه کردیم عزیزان وارد اون باغ بهاری پشت صلیب شدیم ما در زندگی روزهای داغ تابستانی برگریزان پاییزی و سرد و یخزده و مرده زمستانی رو تجربه می کنیم. تجربه خواهیم کرد ولی دیگه آه نمی کشیم. حسرت نمی خوریم. چرا؟ چون که ما یک بار برای همیشه در روح وارد بهار شدیم. وارد اون باغ بهاری شدیم باغی که عزیزان ما الان درش هستیم در موقعیت روحانی خودمون دقیقا مثل باغ عدن برای ماست اگه برگردیم به پیدایش باب دو اولین و مهمترین خصوصیت باغ عدن چی بود حضور همیشگی و مطلق خدا بود من و تو بعد از ایمان به عیسی مسیح خدا به عیسی مسیح فرزند خدا میشیم و کلام خدا میگه چون فرزندان هستیم پس این دلیری رو داریم که آزادانه عزیزان آزادانه هر لحظه و هر موقعی که میخوایم به تخت فیض او نزدیک بشیم و رحمت بیابیم و عیسی مسیح خدا خودش این وعده رو داد که من هرگز تا انقضای عالم تو رو ترک نخواهم کرد تو رو رها نخواهم کرد این بزرگترین مشخصه باغ عدن برای آدم بود که امروز برای من و تو صدق میکنه پس ما در این باغ بهاری هستیم خصوصیت بعدی این باغ چی بود پیدایش میگه باغ عدن درختانی چشم نواز خوش داشت میوه های شیرون و آبدار امروز هم عزیزان در این باغ بهاری که عیسی مسیح ما رو در روح با خودش به اونجا برده ما هر روز هر ساعت و هر لحظه میتونیم از درختانی پرمحصول و پر میوه استفاده کنیم و لذت ببریم هر لحظه ما میتونیم از خوشی سلامتی شفا آزادی و محبت از این میوه ها برداریم بخوریم و این میوه ها هرگز برای ما تمام نمیشه و همینطور میگه رودخانه ای بود رودخانه ای بود که به چهار شاخه منشعب میشد و به چهار سمت میرفت عزیزان عدد چهار در کلام خدا عدد طبیعت هست چهار گوشه جهان چهار فصل سال، چهار باد اصلی، چهار جهت اصلی در زمین. و اینجا اشاره به رودخانه ای داره که به چهار گوشه دنیا میره و همه رو از آب خودش سیراب میکنه. و در این باغ بهاری که ما الان درش هستیم این رودخانه چی عزیزان؟ روح القدس. روح القدس. عزیزان عیسی پنجاه روز بعد از قیام خودش از مردگان این رودخانه رو در روز پنتیکاست جاری کرد رودخانه که به چهار گوشه دنیا رفته و هر انسانی رو که ازش آب بنوشه سیراب میکنه رودخانه ای که برای من و تو همیشه و همیشه و همیشه, همیشه در دسترسه تا روح من و تو رو آب آبیاری کنه تا به من و تو یک حیات تازه ببخشه میبینید عزیزان عیسی ما رو به اون باغ بهاری برگردوند باغی که قرنها انسانهای مختلف در حسرتش بودند و هنوز این انسانهای این دنیا در حسرتش هستند و مهمترین قسمت باغ عزیزان درخت حیات بود ما مطمئن هستیم که حیات جاودانی رو داریم و روح ما هرگز مرگ رو تجربه نخواهد کرد یوحنا 3:16 میگه و خدا جهان را انقدر محبت نمود که فرزند یگانه خود را داد که هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد اما باز هم آدم این حسرت رو همیشه در دل خودش داشت که ای کاش ای کاش من به جای خوردن از میوه درخت نیکوبت شناخت نیکوبت از درخت میوه حیات خورده بودم و خبر خوب عزیزان این رو بدونید که ما روزی در یک باغ بهاری دیگه یک باغ بهاری که ابدیتی رو درش زندگی خواهیم کرد از میوه درخت حیات هم خواهیم خورد از خوردن میوه درختی که حسرت اون قرنها در دل آدم موند در باغ اورشلیم آسمانی زمانی که همه چیز به پایان برسه عیسی مسیح خداوند بازگشت کنه شیطان و نیروهای تاریکی به کل نابود بشه زمین و آسمان جدید برقرار بشه شهر اورشلیم آسمانی به روی زمین برگردین شهر سلامتی که یوحنا میگه خیمه خدا همیشه و همیشه با آدمیان هست یوحنای رسول در مکاشفه باب 22 آیات یک تا 5 اینطور میگه آنگاه نهر آب حیات را به من نشان داد که همچون بلور شفاف بود و از تخت خدا و بره جاری میشد و از وسط میدان شهر میگذشت در دو طرف نهر درخت حیات بود که دوازده بار میوه میداد یعنی هر ماه یک بار و برکای آن برای شفای قومها ها بود دیگر هیچ لعنتی وجود نخواهد داشت تخت خدا و تخت بره در آن شهر خواهد بود و خادمانش او را خواهند پرستید آنها روی او را خواهند دید و نام او بر پیشانی آنها خواهد بود دیگر شب وجود نخواهد داشت و آنها به نور چراغ یا خورشید نیازمند نخواهند بود زیرا خداوند خدا به آنها روشنایی خواهد بخشید و آنها تا ابد سلطنت خواهند کرد عزیزان من برادر خواهر عزیز مهمانان عزیز ما از فصل زمستان وارد فصل بهار شدیم و این عبور و این تبدیل رو تحت عنوان نوروز جشن میگیریم گذر از فصل زمستان به بهار من و شما رو خطاب من به ایمانداران هست من و شما رو باید به یاد نجاتمون بندازه نجاتی که یک بار برای همیشه من و شما رو وارد فصل بهار کرده وارد یک باغ بهاری پرسمر و سرسبز باغی که درختان اون هرگز سبزی خودشون رو از دست نمیدن بی محصول نمیشن باغی که نهر اون همیشه و همیشه به هر طرف جاریه و میتونه من و تو رو سیراب کنه و ما ازش بنوشیم آمین عزیزی که امروز در بین ما هستی و هنوز به عیسی مسیح خداوند ایمان نداری هنوز او رو به عنوان خدا و خداوند زندگی خودت نپذیرفتی یک خبر بد و یک خبر خوب برای شما دارم اول خبر بد رو میگم خبر بد اینه که اگر در زندگی خودت هزاران فصل بهار رو هم تجربه کنی اما هرگز بهار حقیقی رو در قلب خودت تجربه نخواهی کرد هرگز ویژگی های این باغ بهاری رو در قلب و در زندگی خودت تجربه نخواهی کرد و خبر خوب اینه که اگر دوست داری اگر دوست داری قلب خودت رو به خالق این باغ بهاری به پادشاه این باغ بهاری بسپاری و امروز یک بار برای همیشه تا یک ابدیت بهار در قلب تو آغاز بشه امروز وقت مناسبی هست که بعد از جلسه بیای و دعا کنیم به صورت خاص با خادمین گروه بشارت اونها برای تو دعا خواهند کرد تا بهار رو تجربه کنیم. و برادر و خواهر عزیز ایماندار نوروز برای من و شما نیست نوروز هرگز برای من و شما نیست من و شما برای نوروز هستیم برادر خواهر عزیز تمام کائنات تمام خلقت منتظر هست منتظر هست تا روزی چیزی رو تجربه کنه که من و شما امروز در روح داریم تجربه می کنیم منتظر در وضع موقعیتی قرار بگیره که من و شما امروز درش قرار گرفتیم این طبیعت و این کائنات منتظره تا روزی بشه که همیشه بهار باشه تا دیگه از تابستان و پاییز و زمستان خبری نباشه موقعیتی که الان من و شما درش هستیم این کائنات منتظره تا روزی مثل من و شما جاودانی بشه بهار او جاودانی بشه به امید اینکه مجبور نباشه جای خودش رو با بقیه فصل‌ها عوض کنه این رو بدون برادر خواهر عزیز که دلیل آمدن بهار من و تو هستیم دلیل آمدن بهار من و تو هستیم من و تویی که میتونیم هر روز بهار حقیقی رو در هر فصلی در روح و قلب خودمون تجربه کنیم ما میتونیم هر روز نوروز رو جشن بگیریم نه فقط سال یک بار بلکه هر روز برای ما نوروزه چرا چون ما یک بار برای همیشه وارد بهار شدیم و تا ابد در این بهار خواهیم موند و میخوام موعظه خودم رو مثل کش عزیز با شعری از مولانا تمام کنم و ابیاتی رو از او قرض گرفتم نوروز بمانید که ایام شمایید آغاز شمایید و سرانجام شمایید آن صبح نخستین بهاری که زشادی می آورد از چلچل چل پیغام شمایید آن دشت تراوت زده آن جنگل هوشیار آن گنبد گردنده آرام شمایید خورشید گر از بام فلک عشق فشاند خورشید گر از بام فلک عشق فشاند خورشید شما عشق شما بام شمایید نوروز کهن سال کجا غیر شما بود اسطوره جمشید و جم و جام شمایید عشق از نفس گرم شما تازه کند جان عشق از نفس گرم شما تازه کند جان افسانه بهرام و گلندام شمایید هم آینه مهر و هم آتشکده عشق هم سائقه خشم به هنگام شمایید امروز اگر می چمد ابلیس غمی نیست امروز اگر می چمد ابلیس نیست در فن کمین حوصله دام شمایید گیرم که سهر رفته و شب دور و دراز است در کوچه خاموش زمان گام شمایید ایام ز دیدار شمایند مبارک ایام ز دیدار شمایند مبارک فرزندان خدا ایام ز دیدار شمایند مبارک نوروز بمانید که ایام شمایید آمین و در قلبم هست الان با هم دعا کنیم و همزمان که دعا میکنیم از عزیزان گروه پرستش دعوت میکنم که به بالا بیان هللویه خداوند تو شکر میکنیم پدر آسمانی خدای خالق آسمان ها و زمین خدایی که تو آدم رو اونقدر دوست داشتی اونقدر او در نظر تو عزیز و گرانبها بود که تو وضعیت زمین رو برای او تغییر دادی تو بلا فاصله بعد از خلقت او تصمیم گرفتی تا باقی رو برای آدم بسازی یک باغ بهاری یک باقی که آدم همیشه در تازگی و تراوت اون زندگی کنه ای خدای خالق بهار ای خدای خالق تازگی ها و نو شدن ها تو رو شکر می کنیم ای خداوند تو رو شکر می کنیم که چشمان تو خداوند اسرت حسرت و آه و تمنای چندین هزار ساله آدم رو دید تو رو شکر می کنیم ای خداوند که چشمان تو من و ما رو دید زمستان سرد و یخزده ای که درش گیر کرده بودیم رو دید بی محصولی, و مردگی ما رو دید و تصمیم گرفت تصمیم گرفت تا پسر خودش رو عزیز جان خودش رو به روی زمین بفرسته تا با مرگ او با قیام او ما بتونیم دوباره وارد این باغ بهاری بشیم برادر و خواهر عزیزی که به عیسی مسیح خداوند ایمان آوردیم اما مدت هاست در این باغ زندگی نمی کنی هویت اصلی خودت رو موقعیت خودت رو فراموش کردی فراموش کردی چه درختان پربار و پر محصولی دور و توست که هر لحظه میتونی دست دراز کنی و ازشون بچینی فراموش کردی رودخانه ای که به سمت تو جاری است که هرگز نمی ایسته و تو میتونی ازش سیراب بشی فراموش کردی ایسایی رو که در کنار توست امروز خدا به تو میگه سر خودت رو به بالا بگیر و چشمان خودت رو در این باغ باز کن چشمان خودت رو در این باغ بهاری باز کن امروز خدا به تو میگه برخیز و درخشان شو زیرا که نور تو آمده و جلال خداوند بر تو طلوع کرده است زیرا اینک تاریکی زمین را فرو خواهد گرفت و ظلمت قلیز قوم را خواهد پوشانید اما خداوند بر تو طلوع خواهد کرد و جلال او بر تو نمایان خواهد شد پس برخیز و درخشان شو